آن یکی به قوم دوست با آن شناخته می شود. صحبت با دوستان به اخلاق و رفتار و کردار انسان تأثیر دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مثال همنشین نیک و همنشین بد مانند عطار و آهنگر است. دارنده مشکی او از آن به تو می دهد و یا تو آن را می خری و یا بوی خوش از او به تو می رسد. ولی آهنگر باشد یا لباست را می سوزاند و یا بوی بد از او به تو می رسد. اگر الله تو را توفیق همنشین شدن با نیک کاران را داده است، پس آنها را به خود غنیمت بدار که آنها برای عیبهایت همچو آینه هستند، زیرا آنها بازوی قوی و گنج حقیقی هستند. هر آینه از بعض حکیمان پرسیدند که کدام گنج بهتر است، فرمودند بعد تقواداری و خداترسی برادری صالح داشتن است. از آداب های همصحبت شدن این است که عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفتند سه وصف است که سبب محبت برادرت گردد. یکم، اگر به برادرت روبرو شدی به او سلام بکن. دوم، در مجلسگاه به او جای بده. سوم، با دوست داشته ترین نامش او را فریاد بکن و همه سبب های کشمکش و اذیت ها را ترک بکن و مثل خبرکشی، غیبت، سخنچینی، مسخره، طعنه پنهانی، عیبجویی با اشاره و غیره ها. بخشش از ناکامی ها، غافلی از لغزش ها، حفظ سرها، گمان نیک، بهانه عذرها، پوشیدن عیب ها، ترک آن چیزی که دوستت به آن نفرت دارد، چهره کشاد و زبان شیرین، خرسندی قلب و از خود دور کردن کبر. آن چیزی که برای خودت دوست می داری برای برادرت نیز دوست بدار.